ممل آمریکایی جوونیه که آرزو داره به آمریکا بره، اما برای گرفتن ویزا نیاز به زامن داره. ممل ماشین زنی به اسم نسرین رو میدزده و دعوتنامه ای از آمریکا تو اون پیدا میکنه. ماشین رو به صاحبش پس میده و با اون دوست میشه. مادر نسرین زامن ممل میشه، اما بعد از مدتی میفهمه که زن مادر نسرین نبوده و زن خوشگذرونیه که به دنبال مرد هاست. بخشایی از فیلم ممل آمریکایی رو با هم تماشا میکنیم. دیدی زن و شوهرن؟ خدا کنه، ایشالا پدرسنگ حقباز حالا که زن گرفته دیگه سر به راه بشه و بره سر کار. نکن 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 خیالت راحت شد. خونم اینه، ننه بابام اینا، خودم هم اینه. تو میتونی با اینا سر کنی، صبح باز نون و پنیر سر بزنی، زورش کنه شب کله جوش. زندگی فقط شکم نیست. شعر نگو، تو تو یک دست زندگی میکردی، کلی کلفت نوکر داشتی، از شیر مرغ تا جون آدمی زاد واسه حاضر بود. مالی من نبود که دل کندن ازش مشکل باشه. بالاخره از یاد بردنش هم مشکله. به خاطر تو که دوست دارم هیچی مشکل نیست. مصبه تو شد این همه زرنگی کردم خودم رسوندم به در بهشت، خودتون مثل شیطون جلوپام سر شدی بعد داری وسوسه‌ام میکنی. امام رضا اگه اینجوری بمونم تا آخر عمر همینم که هستم. من باید برم آمریکا. خیلی خوب، اگه تمام فکر و ذکر تو آمریکاست، خب برو. اون وقت تو چی کار کنی؟ تو وقتی هیچی سرت نمیشه، هیچی رو نمیخوای بفهمی، دیگه بی تو چه کار میکنم؟ خودم رو میکشم. آخه من داری گریه میکنی؟ نه، به قول میدم که دیگه حرف آمریکا و حرفم تفه و پمپ بنزینا و این چیزها رو ندارم. آره، به قول میدم همین فردام عقدت میکنم، به امام رضا راست میگم نسرین. راد که به رابطه خواهرش با مردی بدبین شده، هر دو رو توی آتیش میسوزونه و به کلبه توی جنگل فرار میکنه. صاحب کلبه متوجه گذشته راد میشه و به کمک اهالی آبادی راد رو از پا در میاره. بخشای از فیلم خورشید در مرداب رو با هم تماشا میکنیم. زندگی میکنیم. اگه تو جنگل هر کی باشه آدم خیلی زود فنا میشه. اینه که هر چی میگم باید گوش کنی. چیزایی که بلدی به درد خودت میخوره. خیلی خوب گوش میدم. پس باید اون بالا بخوابی، از اون بالا بهتر میتونی بیرون رو بپایی. بسه دیگه، سمن سر پسره رو بردی، چقدر حرف میزنی بابا، ترکیدم. عیبی نداره، بذار هرچی دلش میخواد بگه. بگو قبول شر رو بکن دیگه جان من. گفتم که قبول میکنم. حالا نوبت منه که باید حرف بزنم. خودتون خفه خون بگیریم، بالاخره میفهمم از کد. گوش کن چی میگم، باید سر طلاک خودت باشه. دیدم که تو نخ نوری، نمیخوام ناراحتش کنی، من زود میفهمم. شنیدی؟ مثل که من اینجا زیادی هم، اگه قرار باشه همش از اینجور حرفا باشه سو از اینجا میرم. میدونی چیه زن؟ من تا حالا هیچ وقت اینطوری زندگی نکردم. موندن اینجا میل خودته، میتونی همین الانم بزنی به چاک، ولی از چشمات میخونم که دنبال جایی میگردی که خودتو قایم کنی. نمیدونم چرا، اما من زود میفهمم. وقتی هم که فهمیدم من به کمکت واسه کشیدن حصار احتیاج دارم، در عوضش جا و غذا بهت میدم. تا صبح وقت داری که فکراتو بکنی.
امشب میری بالا میخوابی، اما از فردا اگه خواستی بمونی اینجا، جات تو استبله، فهمیدی؟ آره بابا فهمید، خر که نیست چقدر نق میزنی، کلمونو بردی زن؟ با این همه زحمت میریم این گوشه سر میکشیم، اون گوشه سر میکشیم، زیر بوته رو نگاه میکنیم، بلکه یه بی بوته پیدا کنیم بیاریم اینجا دوتا کلوم باش حرف بزنیم، مگه این زن میذاره؟ دلخور نشورا، برفاش گوش نده. چقدر دلم میخواست هر مهمونی رو که میآوردم تو با این وراجیات فراریش نمیدادی. فاتی به راه خلاف کشیده شده و کاظم که مرد میانسال و مجردیه بدون شناخت قصد داره با اون ازدواج کنه. فاتی با کاراش کاظم رو از خودش میرونه و در نهایت توی یک کاباره مجبور به کار میشه. کاظم به توصیه معتمد محل فاتی رو به خونه میبره تا باش زندگی مشترکی رو شروع کنه، ولی اهالی محل کاظم رو سرزنش میکنن. بخشهایی از فیلم کلک نزن خوشگله رو با هم تماشا میکنیم. خیلی خوب بیا بالا، گفتم بیا بالا، بستنی گاز نزده ای تخمه ندیگه، بیا برین، بیا بهت اینقدر بستنی و تخمه بدم کوف کنی که بترکی، بیا. چرخ و فلکم میبری؟ آخه من پس خدا وایسا. خیلی خوب بیا به جهنم، چرخ و فلکم میبرم سوارت میکنم، اما ایشالله از اون بالا بیفتی تا دستت بشکنه و زبونت لال بشه و چشاتم. لامورو با سگ بسته تو چشات میبریم. فیلم سینمایی معجزه که تو سال 1346 ساخته شده راجب جوون روستاییه که دختر ارباب رو دوست داره. جوون به شرطی میتونه با دختر ازدواج کنه که پول فراوانی به دست بیاره. جوون در جریان حادثه ای پول رو به دست میاره، اما از طرفی دختر ارباب از دوری جوون بیمار میشه و ارباب به جستجوی جوونه. بخشهایی از فیلم معجزه رو با هم تماشا میکنیم. خب رحمت، پدرم برای چی تو رو خواسته بود؟ هیچی، قرار شد واسه اینکه بتونم با تو عروسی کنم یه خونه بخرم. خونه؟ با کی هم چه قراری گذاشتی؟ با پدرتون. تو چرا زیر بار رفتی؟ مهم نی، خدا نگه داره اینا رو، بازم پناه میبرم به خدا. چی میگی؟ مگه تو دیوونه شدی رحمت؟ اگه تو تا آخر عمرت هم کار کنی نمیتونی یه کامیون آجر رو دوبار آهک بخری. عجب آدمای بی رحمی هستن، تو نباید قبول میکردی. رحمت اونا تو رو پین نخود سیاه فرستادن. میفهمی؟ فیروزه جان، اینجورام نی که تو فکر میکنی، تو دیگه خود زمین و چند تا گاو و گوسفند دارم، اونا رو میفروشم و یه مایه دست میکنم و میام شهر. بالاخره خدای ما فقران بزرگه. من نومیدت نمیکنم رحمت، امیدوارم موفق باشی، اما یه چیزو بدون، تا آخر عمر چشم من به در این خونه است که تو برگردی. این حرف من همیشه یادت باشه. به خدا سپردم. بخور جونا تارم فکر دیگه نوشه جونه. هیچ میدونی چی کار کردی پدر؟ چیه چی شده؟ تو خیلی بیرحمی پدر، این جوون ساده دل وادار کردی بره ده گاو و گوسفند و باغ و زمینشو بفروشه بیاد برای شما خونه تهیه کنه.
آخه مخارج خانواده اون از اینا تهیه میشه. یه همچی آدمی غلط میکنه پاش از گلیم خودش دراز کنه. من به اون نگفتم هیچ کاری بکنه. اگه شما فکر میکنین که با دست به سر کردن رحمت راهی برای زندگی من و هوشی پیدا میشه، اشتباه میکنه. من تا آخر عمر منتظر رحمت میمونم. توی فیلم لج و لج بازی، رحمت با بازی نصرت الله وحدت راننده است و همسرش عفت با بازی ژاله کریمی با کارش مخالفه. این مخالفت هم کارشون رو به دعوا میکشونه تا اینکه داشقلام برادر عفت آشتیشون میده. رحمت رانندگی یه زن جوون به اسم فیروزه رو قبول میکنه و صمدم با خبرچینیاش از نو رابطه این زن و شوهر رو به هم میزنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. نگاه کن، موضوع 2,000,000 تومان پوله. یه نگاه به این نقشا بنداز. من کلی روی این نقشه کار کردم، همه چی جفت و جوره. مولاده ارزش نمیره، فقط تو رو کم دارم. انگار با بچه طرفی چون احمد دیگه سیاه نمیشم. اینقدر کچخیال نباش پسر، کلی زحمت کشتم تو تونستم این نقشا رو بگیرم. یه نگاه بکن، تو اینجا رو میشناسی؟ بزرگترین هتل شهره. میدونی که چه کازینویی داره؟ من از تمام سراخ‌سنباش عکس گرفتم. هرچی قمارباز حرفه‌ای و پولداره میریزه اونجا. هر شب تا 4 صبح که بازی تموم میشه حدود 2,000,000 تومان میاد تو این گاوصندوق. از 4 صبح تا 8 که بانک با میشه این 2,000,000 تومان اونجاست که بعد میبرم میریزن به حساب. تو این 4 ساعت تو وقت داری که یه جوری بری تو کازینو و در گاوصندوق وا کنی. این کار فقط از تو برمیاد. خیلی منتظر شدم تا بیای بیرون و دست به کار شی. آره اومده بودم نفس تو بگیرم، ولی میبینم نمیازه واسه خاطر تو یه عمرم تو زندون بپوسم. حالا هم حرف آخرمه، اگه یه دفعه دیگه پاپه منو اون بشی قید همه چی رو میزنم و میفرستمت اون دنیا. بچگی نکنم، حرف 2,000,000 50-50 با این پول میتونی یه عمر راحت زندگی کنی، میتونی هر جا که دلت خواست با اون بری. این فقط کار توه، فقط تو میتونی رمز اون گاوصندوق رو باز کنی. من حساب همه چیشو کردم، تو فقط بگو آره، بقیه کاراش با من. این یادت باشه.